گروه های راک یا متال فرقی نمیکنه قدیمی باشن یا جدید معمولا یه خط ذهنی خاص و یه تفکر مخصوص به خودشون رو دارن که اگه طرفدارشون باشین توی آهنگاشون میتونین راحت پیداش میکنه یعنی نگاهشون به مسائل مختلف معمولا از زاویه مشخصیه که نشون میده کلا دنیا رو چطوری دارن میبینن یعنی این چیز عجیبی نیست اما بعضی از گروهان که نگاه مشخص به مسائل مختلف ندارن نگاه مشخص فقط به یه مسئله خاص دارن این دیگه عجیبه یعنی گروه هایی هن که توی آهنگاشون فقط و فقط در مورد یه موضوع خاص صحبت میکنن اکثر گروه ها آهنگ عاشقونه دارن تو کاراشون از مرگ و تراژدی و مذهب و مسائل اجتماعی و چیزای این مدلی هم زیاد حرف زدن اما خیلی کم پیش میاد که یه گروهی همه ی آهنگاش یا حالا اکثر آهنگاش فقط در مورد یه موضوع مشخص باشه سلام من بردیو برجسته نژادم اینجا کانال پادکست آلبومه توی این ویدیو میخوام بهتون ده تا گروه راک و متال معروفی که آهنگاشون فقط در مورد یه موضوع خاصه رو معرفی کنم شماره یک گروه کنیبال کورپس آهنگاش در مورد قتل و خون ریزیه. گروه دث متال آمریکایی کنیبال کورپس فعالیتش رو تو سال 1988 توی بوفالای نیویورک شروع کرد ولی الان توی تمپای فلوریدا فعالیت میکنن تا الان 15 تا آلبوم منتشر کردن که همهشون هم در مورد یه موضوع مشخصه خون و قتل و جنایت و کشتن و اینجور چیزا یعنی اونقدر تو از کشته شدن آدما به فجید ترین شکل ممکن اونم با جزئیات کامل حرف زدن که آهنگای آلبومشون انگار اپیزودای یه سریال ترسناکه یعنی این از همون موقعی که اولین آلبومشون رو دادن تا الان حتی یه ذره از بیرحمی و وحشیگری شعراشون کم نکردن تره روی جلد هم که بدتر از لیریکساشون کلا پخش آلبومای اینا سر همین چیزاش توی جای مختلف دنیا مخصوصا آلمان و روسیه زیاد ممنوع شده کنیبال کورپس اصلا یعنی جسد آدم خار خودتون ببینین دیگه چیه فازشون شماره دو گروه ریج اگنست ماشین آهنگاش در مورد عدالت اجتماعیه گروه آمریکایی ریج اگنست ماشین سال 1991 توی لس آنجلس کالیفرنیا شکل گرفت اگه مخاطب پادکست آلبوم باشین قبلا از این گروه و شاخص ترین آهنگشون یعنی کلینگ این توی سانگل دوم شنیدین لینکش توی توضیحات میذار کارای ریج اگنست ماشین یه تم کلی داره که همشون حول محور اون میچرخن عدالت اجتماعی یعنی هر کدوم از آهنگای این گروه یه جورایی یه اعتراض به بی اینو تو آهنگاشون دنبال تصاوی حقوق آدمان به هر مدل و با هر وسیله از مسالمت و گفتگو گرفته تو شورش و اعتصابم میخوان بهش برسن از ریج ماشین یعنی خشم علیه ماشین منظورشونم از ماشین بیشتر همون سیستم حکومتیه ریج ماشین فقط چهار تا آلبوم داره که آخریش به اسم رنگیت تو سال 2000 منتشر شده که یه کاور آلبومه که اونجا اومدن آهنگای اعتراضی آرتیست های دیگر رو کاور کردن البته که نقدم زیاد هست پشتشون اینکه یه گروهی که انقدر پول داره و با یه کمپانی بزرگ قرارداد داره نمیتونه همش از عدالت اجتماعی حرف بزنه شماره 3 گروه میسفیتس آهنگاش در مورد وحشته. گروه آمریکایی پانک راک فعالیتش رو تو سال 1977 توی نیوجرسی شروع کرده. میسفیت یعنی آدم ناجور. اینا تقریبا بنیانگذار یه زیر ژانر عجیبند به اسم هارر پانک. هارر پانک همون پانک راکه، مونتا ترسناکه. توش همش از چیزای وحشتناک میخونن. کنسرت های این گروه معمولا تم هالووینی داره. ماکسن لباس های عجیب غریبم میپوشن تو اجراشون. جدا از تم وحشتناک آهنگاشون، میس فیس جزو گروه‌های تاثیرگذار روی موسیقی راک و متاله. اینطوری که خیلی از گروه‌های معروف الان مثل متالیکا و گانز روزز و مارلین منسون و گرین دی و مای کمیکال رومنس و خیلیهای دیگه از موسیقی این گروه تاثیر گرفتن. میس فیس هفت آلبوم منتشر کرده که آخرش به اسم The Devil's رین واسه سال 2011 است که مثل همه کارهای قبلیشون آهنگاش تم ترسناک و وحشتناک داره. شماره چهار گروه دی سایت آهنگاش ضد مسیحیته. گروه آمریکایی دث متال دی سایت سال 1987 توی فلوریدا تشکیل شد که اولش اسمشون کارنج بود یعنی قتل عام بعد عوضش کردن گذاشتن آمون آمون تو اساطیر مصری بیشه خدای خدایان یعنی همون نقش زوس توی یونان و جوپیتر واسه رومیا رو بازی میکنه تو سال 1989 آمون رو هم عوض کردن شدن دی که این یکی معلوم میکنه دیگه فازشون چیه دی یعنی قاتل خدا اینا جدا از دث متال وحشیانه که به شخص ابدا ژانر من نیست بین متال هدا با لیریکس ضد مسیحیت بدون تعارفشون شناخته میشن از همون موقعی که کارشون رو شروع کردن یه جنگ علنی را انداختن با مذهب خودشون میگن که شیطان پرست نیستن با مسیحیت و کلا هر مدل عبادت سازماندهی شده مشکل دارن بازی هم کم ندارن مخصوصا گلن بنتون خواننده و بیسیست گروه تا الان توی کلی مصاحبه وسطش روی پیشونیش صلیب برعکس کشیده یا یه بار داشت با ان ام ای مصاحبه میکرد یه جایی بودن تو مایه اتاق تمرین یه سنجاب میاد اونجا اینم وسط مصاحبه تفنگ بازیشو در میاره میزنه سنجابه رو میکشه بعد بقیه حرفاشو میزنه دی سایت تا الان 12 تا آلبوم منتشر کرده که آخرش به اسم Overtures of Blasphemy واسه سال 2018ه. شماره 5 گروه کینگ o آهنگش در مورد اسلحه و خشونت کینگ o یه گروه آمریکایی هوی متاله که سال 2007 توی فلینت میشیگان شکل گرفته این گروه عجیب عاشق اسلحه و خوشونته یعنی یه طور این قضیه تو آهنگای اینو پررنگ و مهمه که مثلا وقتی تو آهنگ لاپتیت مور که در مورد سکسه باز تش میرسن به تفنگ و اسلحه و شلیک و خوشونت کنسرتاشون هم فاز خودشونو داره اولا اینکه خیلی جاها بهشون اجازه نمیدن اجرا بذارن اون اوایل هیچ کلابی قبول نمیکرد اینا توش اجرا کنن میگفتن زیادی خشنی بعدم که یه سری مرد چغر ماسک به صورت اره به دست رو استیج اینطوری دور استیج هم همینجوری نوارای زرد پلیس میکشن تو این مایه ها که موزیکمون جنایی موضوع خودتون باشه کلا یه جورایی لیریکس آهنگاشون تاثیر گرفته از زندگی خودشون توی فلینته که جز شهرهای خشن آمریکاست. خواننده گروه دیوید گان فامیلیش هم گانه طرف اولین بار موقعی که 9 سالش بود پلیس دستگیرش میکنه توی یه مصاحبه گفته که تو محله اونا اینکه یه بچه 9 سال سر خلاف و استفاده از اسلحه دستگیر بشه یه چیز عادیه بقیه اعضای گروه هم بارها سر چیزهای مختلف مخصوصا اسلحه دستگیر شدن سر اون قضیه ی حمله یه سری به کاخ کنگره آمریکا تو سال 2021 همون که ترامپ تو انتخاب باخته بود دیوید گان هم اونجا بود یعنی خلاصه این که اینو کلا تنشون میخوره کینگ ایت او تا الان چهار تا منتشر کرده که آخریش واسه سال 2020 شماره 6 گروه آمون آمارس آنگاش در مورد وایکینگاس گروه آمون آمارس یه گروه سوئدی معروف توی ژانر ملودیک دت متاله که سال 1992 کارش شروع کرده آمون آمارس یکی از اسمای یک کوه افسانه‌ای توی کتابای جی آر آر تالکینه که بهش مانت دوم یا کوه سرنوشت هم میگن تالکین همونیه که دنیاهای عجیب لورد آف در رینگز و هابیت رو خلق کرده لیریکس آهنگای های آمان آمارس کلا در مورد وایکینگ هاست داستان هاشون، زندگیشون، همه چیشون واسه همین یه ده اصرار دارن که اینا ژانرشون وایکینگ متاله که خب نه، ملودیک دیت متال خودشون هم خیلی اصرار دارن که بگن وایکینگ متال نیستن بله، یه همچین ژانر داریم واقعا رابطه به موضوع ما نداره فقط در این حد بگم که وایکینگ متال یکی از ژانرهای انشابی دث متاله پر سر و صداست بی‌نظم یه جورایی تمپوی آهنگا یعنی سرعتشون زیاده وکال یعنی آواز سوروتور حماسی یعنی از کیبورد زیاد استفاده میکنن توش خیلی هم فضا دراماتیک و غمگینه تاکیدش هم روی اسطوره های اسکاندیناویایی حالا کار نداری آمان آمارس وایکینگ متال نیست فقط دوست داره در مورد وایکینگ تو دوران قبل از مسیحیت بخونه اینا تا الان دوازه تا منتشر کردن که آخریش به اسم The Great Hidden Army واسه سال 2022 شماره هفت گروه نایل آهنگاش در مورد مصر باستانه گروه آمریکایی دث متال نایل سال 1993 توی گرینویل کارولینای جنوبی کارشو شروع کرده. اینا کلا موزیک و لیریکسشون رو گذاشتن روی اساتیر کهن، مخصوصا مصر. یعنی موضوع اصلی آهنگاشون ایجیپتولوژی و عرفان مصر باستان و تاریخ و دین و هنر باستانی و فرهنگ بین و نهرین و اینجور چیزاست اسم گروه یعنی نایل همون رود نیله که از تو مصر رد میشه کلا قضیه مصر باستان و کتاب های اچ بی کرافت که نویسنده خیلی معروف ژانر ترسناک و علمی تخیلی بوده خیلی مورد علاقه خواننده و گیتاریست گروه یعنی کار ساندرز که لیریکس آهنگا رو نویسه و همین معمولا از یکی از اینا یا ترکیبی از جفتشون تاثیر میگیره نایل تا الان نه تا منتشر کرده که آخریش به اسم وایل نیلاتیک رایت سال 2019 منتشر شده شماره 8 گروه استیل پنتر آهنگاش در مورد ایاشیه استیل پنتر یه گروه آمریکایی توی ژانر کامدیک گلم متاله که کارش رو سال 2000 توی لس آنجلس شروع کرده استیل پنتر کلا خیلی اگزجر است یعنی یه طور اقراقامیزی هم استایلش هم آهنگاش هم لیریکسش میزنه تو چشم و گوش آدم لیریکس آهنگاشون اصلا چرت و پرته عیاشن، خوشگذرونن بی ادبن مسخرن بامزن فازشون پارتی و مهمونی و خلوازیه توی کنسرتاشون ریخت و لباس و آرایششون دیگه شور گلم راکو در آورده سیل پنتر تا الان 5 تا الو منتشر کرده که آخرش به اسم هوی متال رولز واسه سال 2019 است که اگه اسم ترک های آلبوم برین ببینین خودتون میفهمین توش چه خبره در زم ششون این آلبومشون هم قرار تو همین 2023 منتشر بشه شماره 9 گروه سبتان آهنگش در مورد جنگه گروه سبتان یه گروه معروف تو ژانر پاور متال و هوی که کارش رو تو سال 2005 توی سوئد شروع کرده. چیزی که اینا رو بقیه متمایز میکنه اینه که سبتان فقط و فقط در مورد جنگ میخونه. نه اینکه پاشین برین بزنین هم دیگر تیکه پاره کنین و در مورد جنگ های معروف تاریخ آنگوشو. هر کدوم از آلوماشون هم یه تم خاصی داره مثلا آلوم نهمشون به اسم The Great War در مورد نبردهای جنگ جهانی اوله یا آلوم هشتمشون به اسم The Last Stand اه، تمش آخرین مقاومته یعنی ماجرای جنگایی رو تعریف میکنه که سربازا تو آخرش مقاومت کرده بودن و با افتخار شکست خورده بودن مثل نبرد شیرویاما یا نبرد ترموپیل یا مثلا آلبوم هفتمشون به اسم هیروز به جنگ که در مورد خود جنگا باشه راجبه به یه سری آدم خاصه که تو جنگای کارایی کردن که شدن قهرمان و اسطوره واسه کشورشون سبتان تا الان ده تا آلبوم منتشر کرده که آخریش به اسم The War to End All Wars واسه سال 2022 که اینم در مورد نبرده جنگ جهانی اوله شماره دهم ده گروه Ice 9 کیلز آهنگش در مورد فیلم های ترسناکه. گروه آیس ناین کیلز یه گروه آمریکایی اهل ماساچوست تو ژانر متال کور که فعالیتش رو تو سال 2000 شروع کرده. آهنگای اینا مثل کارهای گروه میس که بهتون گفتم در مورد وحشته، مال اینا در مورد وحشته. منتها اینا خیلی جدی و تخصصی فقط روی فیلم های ترسناک کار میکنن یعنی لیریکس آهنگاشون تاثیر گرفته از فیلم های ترسناکه. اینا تا الان 6 تا منتشر کردن که آخریش به اسم Welcome to Horrorwood وود واسه سال 2021 هست. که آهنگاش از فیلم های کبین فیور و سایکو و Resident ایول و مای بلادی ولنتاین و هاستل و دیول Dead و یه سری فیلم دیگه تاثیر گرفته ممکنه اینطوری به نظر بیاد که اگه فقط در مورد یه چیز آهنگ بسازی کارا تکراری و یک و کسل کننده میشه آره احتمالش زیاده منتها اگه بدونی داری چی کار میکنی و اینطوری حرفه ای فقط یه موضوع خاصو دنبال بکنی مثل همین گروهایی که اس تو این ویدیو همین چارچوب گذاشتن واسه کاراشون باعث شده که حسابی موفق بشن و بتونن طرفدارای هم فکر با خودشون رو پیدا بکنن یعنی باید خیلی بدونی داری چی کار میکنی که بتونی فقط در مورد یه موضوع انگ بسازی ممنون که این ویدیو رو دیدین من بردی و برجسته نژادم اینجا کانال پادکست آلبومه توی این ویدیو گروه های معروفی که فقط در مورد یه موضوع خاص آهنگ میسازن رو بهتون معرفی کردم اگه دوست داشتین این ویدیو رو حتما بقیه ویدیو رو هم ببینین و به بقیه معرفی مون کنین لایک و کامنت و شیر و سابسکرایب و زنگولا رو هم که خودتون دیگه استادین دیگه لحاظشون کنین عالی باشین فعلا خدافظ